تو نکته تست دو ماه آخر چی کار کنیم؟ ما که نمیرسیم دوباره کتاب رو بیاریم. ببینید بچه ها، این مثلا میگم این یه صفحه کتاب درسی شما، صفحه اول کتابه. شما این نکات رو ببینید، اینا نکاتیه که من طی سال به بچه ها گفتم. مثلا یه جمله 4 تا نکته داره، 5 تا نکته داره. یا مثلا بریم تو کانورسیشن درس یک، چون فوق العاده مهمه. فقط این کانورسیشن رو بچه ها نگاه کنید که من تو کلاس‌های سالیانم چه نکاتی از این کانورسیشن میگم. از معنی کلمه اسپر که بچه ها میدونن 14 ترکیب و معنی برای این کلمه ما باید بلد باشیم. یه ذره سخت گیرانه نگاه کنیم، طرا میتونه ازش سوال بده. بچه ها درسته اسپر نو پینز تو کتابه، اما از اسپر فعل به معنای دیگهش نمیتونه بده. اینا رو من تو کلاسام بررسی کردم، اما تو نکته تست که نمیتونیم این کارو بکنیم. اصلا دو ماه آخر مگه میشه صفحه به صفحه؟ بچه ها هر جلسه یک بخشی از نکات مهم کتاب درسی رو در جزوه من نوشته شده به شما میدم که برای درس 1/12 شما چه نکاتی رو باید بلد باشید. اگر کلمه ریگارد به معنای در نظر گرفتن و بررسی کردنه، آیا میدونی ریگارد اگه نون باشه یه معنیش ریسپکته؟ اینا رو من در قالب جزوه بد میدم که تو اون دو ماه آخر بخونی. یعنی چی؟ هدیه من به شما اینه بچه ها، تمام نکات کتاب رو من واسط در میارم، آماده برات می نویسم، بد میدم، تو فقط بخون. بعدن میری سر جلسه قضاوت میکنی چقدر ترکیب های انگلیسی حفظی هن و اگر دیده باشی میتونی بزنی. بچه ها انگلیسی همیشه گفتم ریاضی نیست، خلاقیت نمیخواد، دیدن میخواد، زحمت کشیدن میخواد. اما دو ماه آخر دیگه نمیشه با این به قول معروف تفصیل و توضیح بیایم جلو، پس ما نکات رو برات می‌نویسیم. این هم از بحث کتاب درسی که خیالت راحت باشه. ضمن اینکه تو تستامون، تو آزمونایی که می‌گیریم، تو برنامه‌مون هم اونا رو دوباره میاریم. این توضیحاتی که من می‌خواستم بدم، انشالله که تونسته باشم یه بخش زیادی از سوالاتونو جواب داده باشم. حالا یه محبتی کن برادر من، اولا چت رو باز کن، من بچه‌ها رو ببینم، یه سلامی علیکی. جلسه صفر بچه‌ها یه ذره فضاش چیزه. دمتون گرم، سلام سلام ای جونم. خب مرسی مرسی، ماشاءالله ماشاءالله به این بچه ها. مرسی بابا، خیلی خوبن اینا، آدم عشق میکنه اصلا، خدا وکیلی. دیدی فیلم میذارن مثلا؟ از همینا فیلم میذارن؟ نه بابا، دمتون گرم به خدا بچه ها. یعنی باورتون نمیشه یه ماه و نیم مونده، روز نیست به نکته تست فکر نکنم. به لطف خدا، این ادعا نیست، به لطف خدا اتفاقی با هم تو این کلاس رقم میزنیم که خوابش هم تو زبان نمیتونید ببینید. شما فقط با من بیاید جلو، کاری که من میگم بکنید. حالا میگم بچه های ضعیفترم چی کار بکنن. خب منم دوست دارم، قربونت برم، میخوام برم موامو کوتاه کنم ها. میگی مو قشنگ، میخوام برم موامو کوتاه کنم، خدا وکیلی کوتاه نکنم، میاد به. خب آزمونم میگیریم، آها اینا رو میگم الان همه رو، فقط میخواستم میذار حالم جا بیاد. دمتون گرم بابا، خیلی خوبید شما. ببین نگو دیگه، به خدا نگو من صفرم. ببین من اصلا تو تمام کلاسام هم همه رو صفر کلوین در نظر میگیرم، صفر کلوین ها. نگو صفرم، تو با من بیا جلو. اگر من همین درس امروز، همین درسی که من امروز میخوام شروع کنم، اگه من از صفر درس ندادم یک جا تو کلاس من، بچه من کسی رو ارجاع نمیدم، نمیگم اینو که قبلا خوندی، مگر اینکه خودم جلسات پیش گفته باشم. اینو یادتون باشه دیگه. این جمله بچه، این جمله خودش بار منفی به شما میده. فقط یه کاری بکنی، بذار اینو جواب بدم بعد بقیه سوالا رو ببینم. بذار اینو بگم، شما یک ماه و نیم وقت داری، اینو تو جزوه نگاه کن، راستی یادم رفت بگم. ببینید تمام کتاب های واژگانی که تو بیرون هست کتاب های خوبی هن بچه، ولی من واسه این که حالا اگر دوست داری راحت باشیم، تمام لیست لغت هایی که میخواستم هر جلسه بد بدم، ببین این الان بالا چی نوشته، لغات مهم دهم. بعد بریم صفحه بعد، این ادامشه درس 3 و 4. ببین کل درس 4 دهم رو، حالا من صفحه کوچیک، کل 4 دهم رو من برای تو این لغات خلاصه کردم. بهت قول میدم خارج از اینا نمیاد.
یعنی اگر ضعیفی، کم لغت خوندی یا نخوندی، اولویت با ایناست. تو جلسه صفر بچه ها همه رو براتون گذاشتم، این میره 11. پس ببین اگر کتابچه هم نداری نمیخواد، حالا الزاماً